به این بخش خبری خوش آمدید. جمعی از روحانیون و طلاب علوم دینی مدرسه علمیه مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی قدس روح واقع در شهر مقدس نجف با حضور در شهر مقدس قوم با بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدظله دیدار کردند و سوی ایشان مورد استقبال قرار گرفتند. مرجعیت شیعه حضرت آیت الله عزما با اشاره به پیشینه حوزه نجف فرمودند بیش از هزار سال قبل مرحوم شیخ توسی رزبان الله علیه وارد نجف اشرف شد و تا به امروز هزاران و هزاران نفر مثل شما علما و استادان و طلاب وارد این شهر شدند و به تحصیل علوم اهل بیت علیهم السلام پرداختند طی صدها سال گذشته بسیاری در نجف اشرف تحصیل و تدریس داشتند اما باید توجه کرد که چه تعدادی از آنان توفیق رسیدن به جایگاه شایسته‌ای همانند جایگاه شیخ توسی سید بهرالعلوم محقق اردبیلی صاحب مدارک صاحب جواهر شیخ انصاری و امثال آنان نائل آمدند لذا امروز نوبت شما و امثال شماست که در نجف اشرف مشغول تحصیل و تدریس هستید روزی نیز فرا می رسد که ما و شما همگی به سرای دیگر خواهیم رفت و به فرموده قرآن کریم آن روز مردم پراکنده می شوند و هر یک از ما بر اساس آنچه از دنیا به سرای دیگر پیش فرستاده است وضعیت و شرایط خود را رقم می زند. ایشان در این باره توضیح دادند باید توجه داشته باشید که نه برای دنیا بلکه برای آخرت آفریده شده اید و این دنیا مزرعه و پلی برای گذشتن است بنابراین هر کاری که در این دنیا انجام دهیم در آخرت اثر فراوان دارد مرجال قدر افزودند بکوشید که نقشتان مفیدتر و بهتر باشد و بدانید این امر شدنی و ممکن است و به سه چیز سخت و خسته کننده نیاز دارد ایشان سه خصلت اخلاص، حسن خلق و دوری از اطلاف وقت را راهکار موفقیت برشمردند و فرمودند بکوشید این سه آموزه را آویزه گوش و نسب این خود قرار دهید بدان عمل کنید و عمل به آن را به دیگر طلبه و استادان و دوستانتان سفارش کنید